سلام، به کانال زن روز خوش اومدین. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر بشین. امروز می‌خوایم با هم مروری داشته باشیم بر زندگی خانم تاجی احمدی، دوبلور، گوینده و بازیگر ایرانی. پس با من همراه باشید. تاجی احمدی یکی از بزرگترین گویندگان زن تاریخ دوبلاژ ایران است. تاجی احمدی زیر نظر اساتیدی همچون هوشنگ لطیف‌پور، سعید شرافت، احمد رسولزاده، علی کسمایی و بسیاری از بزرگان دوبلاژ ایران به پدیده‌ای در هنر دوبلاژ تبدیل گردید. در دوران طلایی دوبله او با صدای کمی خشدار که ظاهراً تا حدودی ناپخته و آسیب‌پذیر نشان می‌داد، اغلب به جای دختران جوان و پرتحرک گویندگی می‌کرد که بهترین‌هایش به جای ناتالی وود و جین فوندا بود. عده او را در بین 3 و عده دیگر بین 5 نفر اول دوبله در بین خانم ها می دانند. صدای او اگرچه فاقد ظرافت های گویندگی زنانه است، اما در نحوه اجرا آنقدر تسلط داشت که هر نقیصه دیگری را جبران می کرد. او به کمک قدرت بازیگری ذاتی خود در تئاتر و سینما و رادیو و در دوبله سرآمد و آثار او به خوبی حکایت از تمایز او از سایر گویندگان است. بسیاری از گویندگان بزرگ زن به مدد حضور در کنار او و استفاده از تجربیات و هنروری‌هایش دوبله را آموختند. او به ندرت تیپ سازی می‌کرد و در اکثر کارهای خود با صدای عادی و معمول خود صحبت می‌کرد. صدای او به صافی و زلالی و زیبایی گویندگانی چون مهین کسمایی، ژاله کاظمی و شهلا ناظریان نبود و اندکی گرفتگی در صدایش به گوش می رسید. با این وجود در پس این صدا انرژی فوق‌العاده‌ای وجود داشت که قادر بود از پس بازی بزرگترین بازیگران تاریخ سینما براید و گاهی از آنها هم پیشی گیرد. وی مدیر دوبلاژ هم بود و عمدتاً در استودیوی کارناوال فیلم مدیریت دوبله می کرد. از مشهورترین فیلم هایی که به مدیریت وی دوبله شد، معجزه در میلان و حلال و حرام را میتوان نام برد. من ناراحت شده بودم و گریه میکردم. اینو نمیفهمی؟ معنیش اینه که دیگه دوزی مثل سابق منو خوشحال نمیکنه، برعکس ناراحتم میکنه. معنی اینم اینه که من دوزی بلفتر نیستم. آه خیلی عالیه، نه؟ ولی وحشتناکی. اگه دوزی نکنم سرگرمی ندارم، اون وقت زندگیم خراب میشه. خانم تاجی احمدی صداپیشه هنرمندانی چون جین فوندا، ناتالی وود، دبی رینولدز، کارول بیکر، جولی اندروز، شرلی مکلین، ویرجینیا مایر، کارن بلک و بسیاری دیگر هم بوده است. تاجی احمدی با نام کامل تاج الملوک احمدی متولد 1315 در تهران دوبلور و بازیگر ایرانی بود. تحصیلاتش دیپلم بود و خواهرزاده زنده‌یاد مرتضی احمدی دوبلور و بازیگر ایرانی است. او در ابتدا به عنوان پرستار مشغول به کار بود و در سال 1333 در بیمارستان در مواجهه با یکی از فیلمبرداران برای بازی در یک فیلم سینمایی تست داد و قبول شد. از سال 1335 و هنگام بازی در فیلم مرجان به دوبلاژ دعوت شد و به عنوان دوبلور در زمینه دوبله به فعالیت پرداخت. در سال 1336 توسط حمید قنبری برای بازی در نمایشنامه پرنده آبی اثر موریس میترلینگ به تئاتر فردوسی دعوت شد. بعد از آن در نمایش‌های دیگری از جمله دختر شکلات فروش، پیچ خطرناک، چراغ گاز، سیاه و سفید، مکافات، والدین وحشتناک و بسیاری دیگر ایفای نقش کرد. خانم احمدی 3 بار ازدواج کرد و 2 فرزند پسر داشت. اولین همسر ایشان محسن فرید، بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان و فیلمنامه نویس، همسر دوم هوشنگ مرادی، دوبلور و مدیر دوبلاژ، همسر سوم علی زرندی، دوبلور و مدیر دوبلاژ، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر بودند. تاجی احمدی همکاری خود را با رادیو نیز از سال 1336 با شرکت در نمایش‌های رادیویی آغاز کرد و برای اولین بار در یکی از داستان‌های شب که از روی اپرای آیدا تنظیم شده بود و نام آن درخت گل بود گویندگی کرد. بعد از آن هم در نمایش‌های دیگر رادیو از جمله کارگران، زن و زندگی، جانی دالر حضور داشت. او همچنین در برنامه‌های رادیویی سیر و سفر، شما و رادیو، بگویید و بشنوید گویندگی می‌کرد. مهمترین حضور او در سینما فیلم خشت و آینه ساخته ابراهیم گلستان است که در آن نقش زنی همنام خود تاجی را در مقابل زکریا هاشمی ایفا کرد. او همراه با شهروز رامتین از سال 1353 در مجموعه تلویزیونی غریبه ساخته همسرش علی زرندیفر بازی کرد
و در میان پرده های فکاهی شو تلویزیونی پنجره ها نیز حضور داشت. آقا تو رو خدا میبینین؟ آقا به اینا میگن مرد. از بیورزگیش که چی بگم؟ از قرقرش که خدا میدونه پناه بر خدا. ایراد دیریاش هم که دیگه واویلا. اصلا این قدم ارزه نداره. مگس که میشنه نوک دماغشا. میگه تو رو خدا بیا این مگس هم نوک دماغه من کیش کن. تازه وقتی که گروه میاد خونه عوض که دست شده زنگ بزنه. دست چه میزنه رو بوق. بوق میزنه. از فیلم‌های خانم تاجی احمدی میتوان به روزهای تاریک یک مادر در سال 1346، خشت و آینه در سال 1344، پنجه، خداداد، نصیب و قسمت، برپریده در سال 1341، آس و پاس، انسان پرنده، صد کیلو داماد، عمو نوروز در سال 1340، اول هیکل، بچه ننه، کی به کیه، سال 1339، آقای اسکناس، انگشتر جادو، بیژن و منیژه، چهل توتی، سال 1337، مردی که رنج می برد، نردبان ترقی، 1336، تلسم شیطان و مرجان در سال 1335 می توان اشاره کرد. خانم تاجی احمدی در اواخر عمر به علت درگذشت فرزندش دچار افسردگی شدید و اختلال حافظه شد. این هنرمند سال 1367 بر اثر سرطان در پاریس درگذشت. روح این بانوی هنرمند شاد و یادشان مانا. بگیم ببینم شما از چه رنگی خوشتون میاد؟ از رنگ حکیم ابوالقاسم فردوسی. منظورتون چه رنگی؟ رنگ توسی. صحیح. بده بوسی.